70% مواد منفجره باقی مانده از داعش زیر آوارها هستند. اداره میزدایی وابسته به سازمان ملل متحد در عراق اعلام کرد دست کم 70% از بمب‌ها و باقی مانده های مواد انفجاری فعال نشده در این کشور همچنان زیر آوارها و خرابی‌ها هستند. این اداره در بیانیه خود اظهار داشت پس از گذشت بیش از 2 سال از بازگشت نیروهای امنیتی عراق به مناطقی که تحت سیطره گروه تروریستی داعش بوده همچنان خطر مواد منفجره، مین‌ها و بمب‌های فعال نشده یکی از بزرگترین موانع اصلی برای بازگشت امن آوارگان به سرزمینشان به حساب می‌آید. پیل لودهامر، مدیر برنامه مین‌زدایی عراق در سازمان ملل گفته همچنان خطرات مواد منفجره تأثیری منفی بر جوامع آسیب دیده در عراق دارد و مأموریت اصلی ما تسهیل در بازگشت امن آوارگان به سرزمینشان است. اما در شرایطی که همچنان حدود 70% از مواد منفجره زیر خرابی ها وجود دارد ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم. عراق صحنه درگیری های سنگین با سنی های تندروی داعش بود، گروهی تروریستی که از انجام هیچ اقدامی علیه بشریت و خصوصا شیعیان عراقی فروگذار نکرده و تعداد بیشماری از آنها را به وحشیانه ترین شکل ممکن به شهادت رساند.